سلام دوباره. این قابلیت جالبه، دات ناین اینو اضافه کرده، جزء API های جدید دات ناینه. داستان چیه؟ فرض کنید شما میخواید این رندر مودی که یه مقدارم کامپلیکیتده توی بلیزر رو بدونید، الان اون صفحهی که الان هستید توش یا حتی کل پروژه الان رندر مودش چیه. این یه API جدیده که دات ناین گذاشته. یه سمپل فسقلی درست کنیم بریم ببینیم what the fuck is going on. حالا نگاهش میکنیم، جالبه. خیلی خوب، فایل، یه نیو پروژکت از صفر درست کرد، بلیزر ویب اپ. حالا اسمش سمپل رندر مود، مهم نیست. خخ، آها، حالا اینجا ساب کنید، همینطور این کرییت رو نزنید. اینتراکتیو رندر مود، بذارش اوتو، میخوایم هر دو حالت باشه دیگه که بتونیم دتکتش بکنیم و اینا، پس اینو بذار اوتو. این حالت پر پیج خوبه، سمپل هم میخوام کرییت. خخ، ساب میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته، منتظریم. خخ، همونطور که میبینید یک حالت سروری میسازه، یه پروژکت سروری، یکی هم کلاینتی. حالا میخوایم ببینیم که چی و کجا اضافه بکنیم تا بتونیم این وضعیت رو دتکت بکنیم که رندر مودمون تو لحظه چیه. خیلی خوب، میاییم اینجا کامپوننتس توی اون حالت سروریش، نه کلاینت. لیوت، مین لیوت اینه. خب حالا اینجا میخوام یه چیزی اضافه بکنم. چی میخوام اضافه کنم؟ اینو ببینید، رندر مود. حالا اینجا ادسان رندر اینفو دات نیم، همین، تموم شد، هیچی دیگه هم نمیخوام، فقط میخوام ببینم که رندر مود من چیه. از طریق این پراپرتی روی این API رندر اینفو میتونم شکارش کنم. پس از حالا لیوت کلیمو میتونم بفهمم رندر مودش چیه. درست شد؟ اینو برش میدارم، این دوستمونو سیو میکنم، بیام ببینم چی دارم. حالا برم ببینم اون کانتره کجاست. اینه هاش، یه کانتر داریم دیگه. حالا اینجا هم میخواییم یه سری چیز اضافه بکنیم ببینیم تو این صفحه، توی این کامپوننت رندر مود چیه. خب اینجا هم بدون درد و خون ریزی رندر مودو بده دیگه، همین توی یه HTTP. این هم که سخت نیست که، توی این کامپوننت، نه توی مین لیوت، داره به من میگه که چیه رندر مود من چیه. حالا بذارید یه کنترل هم بذاریم سر راهش که اگر رندر مود اون چیزی که میخوایم نیست، اصلا اون دکمه‌ای که روش کانتره و هی میزنیم و نمایش نده. اینجایی که این باتن هست یه دونه ایف میذارم. حالا دوباره چی کار میخوام بکنم؟ وایسید ببین، اول از همه یه ادساین میذارم اینجا. حالا رندرینفو دات ایز اینتراکتیو، لازم نیست مساوی با فلان بذاریم و ایناها، خودش اینو دار. اگر ایز اینتراکتیوه شما تشریفتو بیار اینجا، درست شو. ایلس این چیه؟ این سلکته چیه؟ توی السش چی بذارم؟ یه دونه پی بذارم خوبه؟ آر wait for it خوبه؟ چون فقط تو حالت is interactive من این باتن رو میخوام. خیلی خوب،
تموم شد. Nice and easy. حالا اجراش کن. حالا نگاه کنید. رندر مود رو زده استاتیک برای کل لیوت. درسته دیگه؟ خب. حالا میام تو کانتره. دیدین؟ اولش استاتیک بود. بعد سرور شد. اول استاتیک بود. بعد سرور شد. الان سوکت زده که بلا فاصله به ما نتیجه رو بده. درست شد؟ خب. حالا اجازه بدی. دیدین؟ دفعه بعدی چون ببینید دفعه اول که اومدیم بلا فاصله از سرور گرفت به ما داد که صفحه دچار نابودی نشه. بعدش تا داشتیم ور می رفتیم و کار می کردیم و این دکمه رو می زدیم و اینا چی کار کرد؟ اون فایلای وب اسمبلی رو دانلود کرد، ریخت تو براوزر برامون، کشش کرد. حالا دیگه از حالا وب اسمبلیه. میبینید؟ اینجوری. به همین تمیزی. این چیزیه که دات نت 9 اضافه کرده. باش میتونید خلاصه همه چیزو کنترل کنید و وضعیت رو بدانید که الان در چه مودی هستید. خداحافظ.